وقت شما بخیر بیننده عزیز، یک جلسه عاجل است در زیرزمینی وزارت دفاع اسرائیل. رئیس جلسه نتانیاهو است. روی آخرین تصمیم ها به که چی باید کرد در حمله احتمالی به ایران، در اونجا آخرین تصمیم گیری ها اتخاذ شده است. خب چرا یحیی سنوار از عقب نقاب در آخرین لحظات زندگی خود پهپاد تحقیر کرد؟ یک فلسفه تاریخی، یک فلسفه سیاسی و فلسفه کاملا منحصر به فرد بود. و جسد صفی الدین، هاشم صفی الدین جانشین سید حسن نصرالله هم کشف شده است. کانال عبری کان خبر داد که نتانیاهو در مقر همانطور مستحکم زیرزمینی در کریا در تل اویو با وزرا و رهبران ارشد امنیتی رایزنی های امنیتی را ادامه میده. این کریا کی است؟ کریا در ایبریز، نام ایبریز نام یک مجتمع نظامی و دولتی در تل اویو است که این مجتمع در مرکز شهر تل اویو واقع شده و به عنوان مقر اصلی وزارت دفاع اسرائیل و ستاد کل نیروهای دفاعی و کشور شناخته میشه. ای کاریا اون موجه در زیر زمینش در مقر مستحکم جلسات روان است. خبرنگار العربیه گفته است که یک افسر ارتش اسرائیل در درگیری جنوب لبنان کشته شده و همچنان یک تانک مرکاوای اسرائیلی با یک بم بسیار قوی در شرق جبالیا در غزه منهدم شده است. در غزه مقاومت ها بسیار سختتر شده میره، حجمش کم است اما تقریبا پیوسته ادامه داره و هیچ نوع سازشی هم وجود نداره و تقریبا یک مهارت در کمینزنی و شکار تانک ها، بلدوزر ها و افراد نظامی بسیار زیاد است اونجا در شب ها و روز ها غزه. چرا اینطور؟ به خاطر از اینکه غزه چیزی برای دست دادن نداره. این در اینجا فلسفه قدرت اراده ها اوجه و آکم اصاله برای ایرانه ها. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلان کرد که نیروی موشکی یمن پایگاه نظامی اسرائیل در شرق یافا با موشک فراصوتی فلسطین دو هدف قرار داده است. این موشک از میگه سامانهای پدافندی عبور کرده به هدف زده شده. تا حال هیچ کدام خبر دیگه که مکمل این ادعا باشه وجود نداره، جزئیات نیست. خبرنگار العربیه در این حال گزارش کرد که جسد هاشم صفی الدین جانشین کشته شده حسن نصرالله دبیر کل حزب الله که پیش از او کشته شد در لبنان به همراه 23 نفر دیگه بعد از ظهر سه شنبه اول عقرب یا آبان در از زیر آوارها در منطقه المریجه در الزاویه عمومی جنوبی بیروت پیدا شده است. خبرگزاری فرانسوی گزارش کرد که ایران و عربستان سعودی برای برگزاری رزمایش مشترک در دریای سرخ آماده میشن. جالب نیست برای شما همین خبر؟ رزمایش مشترک بین ایران و عربستان. از چی نگاهی جالب است؟ از اول خو از اون پیمان ابراهیم که ترامپ جور کرده بود یک چیزی، پیمان ابراهیم دیگه خبری نیست، خلاص است. دیگه یک چیزی به نام عادی سازی روابط با اسرائیل بود و هم دیگه به تاریخ پیوسته. عربستان نظر و موقعیت، نظر و انکشاف اوضاع، زاویه حرکت خود و به وضعیت جدید عیار کرده است، دیگر رای نداره. خبرنگار کانال 13 اسرائیل خبر داد که تصاویر پهپادی
که از یحیی سنوار منتشر شد نباید میشد. از زمان انتشار تصاویر پهپادی از آخرین لحظات یحیی سنوار واکنش ها در دنیا طوفان کرده. به قول خبرنگار رویترز این تصاویر یحیی سنوار تبدیل به الگوی بر مقاومت فلسطین کرد و یک نمونه در کل دنیا. شما ببینید چطور ای آدم در حالتی که زخمی است از پشت پارچه که صورتش پوشانیده به صورت تحقیرآمیز به پهپاد نگاه میکنه و چوب می اندازه. این تصویر نباید میگه نشر میشد. خب و ای که نشر شد خودش یک حکمت بود و یه زمان کوتاهی عقل اسرائیل منشأ میگیره ای. و چی کاری شد وگرنه کی خبر میشد که ای تو یک آخرین لحظات چون این چیز اتفاق افتاد. خودش حکمت است. وال استریت جورنال نوشته است که در جریان گفتگوها برای دستیابی به آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، میانجی های عرب یک زمانی به یحیی سنوار پیشنهاد کرده بودند که غزه را ترک بکنه و مصر بروه. یک دفعه خود نتانیاهو هم همین موضوع را اشاره کرده بود که ما راه را باز میگذاریم برن. او به شدت رد کرده بود. اگر این پیشنهاد را قبول میکرد مصر با نیابت از حماس برای رسیدن به یک توافق بر مبادله گروگانا وارد مذاکره میشد. چقدر ساده لوح هستن اینا. پاسخ یحیی سنوار، یعنی در زمانی که تازه یورش 7 اکتبر رخ داده بود پارسال، ای بوده که من خود در زیر محاصره نیستم، من در محاصره نیستم، در محاصره کسی، من در خاک فلسطین هستم. جالب نیست؟ این سخنان تاریخی است که یک وقت بسیار انگیزه ساز است. وال استریت جورنال نوشته است که با تداوم جنگ و تخریب تونل‌های بیشتر، سنوار قبول کرده بود که ممکن است کشته شود و اوطوری که میانجی ها به این روزنامه گفتن، میانجی ها گفته، یعنی منبع خبر وال استریت جورنال، میانجی ها کی است؟ مصر است و قطر است. گپ میانجی ها گفته ما شما نمازی نیست. میگه او به اعضای حماس پیشنهاد کرده بود که یک شورای رهبری بر مدیریت دوره گذار و رهبر جدید بعد از مرگش انتخاب. خب درست، او درست است که مثلا وقتی که ما کشته میشم یک شورای رهبری باشد. ای که او مثلا تونلا تخریب شده باشه و اگه تو کدام تونل تخریب شده کسی خو ندیده. او تونلی که گفته میشه از 300 تا 500 کیلومتر است، کجاش تخریب شده؟ شما دیدی مردم؟ شما دیدین در کجا؟ دیگه چیزی که بسیار از شاخص های فناناپذیر سنواری بود که اینا میگفتن که پت کرده خدا مشواره در سراخ در آمده در پشت غیر نظامیان خدا پنهان کرده از این گوشه تونل میگروز از این طرح، این کاملا غلط بوده. همیشه در خط اول جنگ بوده، خودش میبوده. آن دیدیم که آلی هم که میگن او آن میگه تصادفی کشته شد. یک دانشمند هسته‌ای و یک شهردار اسرائیلی توسط یک شبکه اطلاعاتی که بر ایران کار میکردن مورد هدف بودن و این شبکه ایرانی گفته شده که میخواستن هم شهردار را بکشن و هم دانشمند هسته‌ای اسرائیل. همینطور یک گزارش شده که گروه دوم دستگیر کردن در اسرائیل، همینطور یک ادعا شده. اونا میگه وظیفه جمع‌آوری اطلاعات داشتن درباره مقامات ارشد اسرائیلی. از جمله یعلون وزیر دفاع سابق و خود نتانیاهو هدف حمله یک گروهی از جاسوسان ایرانی بوده است. و حزب الله
از موشک نصر دو رونمایی کرد. چه رقم رونمایی کرد؟ حمله کرد به حیفا با موشک نصر دو. این موشک هایی که قطرش 3.2 میلیمتر است، وزن کلاهکش 140 کیلوگرم است، بردش هم 150 کیلومتر است. کل وزن موشک نصر دو 650 کیلوگرم است. با اینی به حیفا حمله کرده، هم تست کرده هم رونمایی کرده که دیده چی میشه. رئیس جمهور ایران هم گفته است که آله نباید جامعه را با اخبار و شایعاتی که علی اسرائیل حمله میکنه و که چطور باید متوحش نسازیم. در داخل ایران حلقات سر برآورده که تقریبا در هماهنگی با شبکه های بیرونی، یعنی ترس و تخویف از حمله اسرائیل در ذهن مردم دامن میزنند. پزشکان منظورش امی حلقات بوده، اما گفته خدا مردم متوحش نسازین و در خواب خرگوش هم نرین. عادی خب ظاهرا این چیزی که پزشکیان در یادداشت‌های روزانیش گفتن نتیجه بحثایی است که در عالی ترین سطح حاکمیت جریان داره و بعدا رئیس جمهوری را گفت که دیکش اخبار اطلاعات شایع سازی ها دوام داره و بر سلامت ذهنی جامعه درست نیست. و او چی میکنه؟ او بحث ها را یادداشت میگیره، بعدا به عنوان رئیس جمهور بیان میکنه. مطبوعات خود به صلاح کار خودم میکنن، اخبار تحریک‌آمیز جنگ روانی را منتشر میکنن و حتی در مطبوعات چپ اپوزیسیون آمده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که تابع نظرات جبهه پایداری و دولت سایه جلیلی است بیوقفه اینا بر تبل جنگ میکوبند. جبهه پایداری و هیچ کس نمیفهمه که مثلا ستاد شرایط فوق العاده مرکب از چه کسایی است، جلساتشان کجا تشکیل میشه، اما این جلسات بدون شک بسیار محرمانه است در تهران و در دیگر مناطق ایران در مکانهای امنیتی تشکیل میشه. بله البته یک چیز طبیعی است، وقتی که خانه نتانیاهو رو میشه با پهپاد زد یا مجلس ایران تشکیل جلسات زیرزمینی حزب الله را به اصطلاح ایران اسرائیل تشکیلات زیرزمینی حزب الله را کشف میکنه و بمباران میکنه، همه کار میتونه در ایران بکنه. در این وضعیت ظاهرا به موجب تصمیم ستاد جنگ در ایران گوشه های از توان نظامی موشکی و فضایی به طور آگاهانه فیلم سازی شد، در فضای مجازی منتشر شد تا پیام به اسرائیل باشه. خب البته ایران لبنان و غزه نیست، هر دوش هم که یک جای بکنید به اندازه یکی از ولایات کوچک ایران نه در حد سمنان و قزوین یا همدان میشه. او که به حزب الله و حماس و یمن تونل سازی را یاد داده، اسرائیل به معاصره کشیده، خودش بسیار بسیار پیش از اونا و به شکل بسیار گسترده با استفاده از تجربه کوریای شمالی با کار حفر تونل ها بوده از ده ها سال پیش. خب بزرگترین شهرک های موشکی و هواپیمایی ایران در دل کوه ها ایجاد شده، میره کلی میفهمه اونا و این تازه جدا از توان اتمی است که گفته میشه از توان گذشته و فعل رسیده، و هم در تونل های عمیق‌ترین تونل ها. خب سامان های 300 در ایران، سامان های جنگ الکترونیکی مرمانسک، هواپیما های سوخو 35 روسی در کنار سامان های زده هوایی پهپادی ساخت چین امروز همه در اختیار ایران است. این مسائل شما در شبکه های که به شکل همیتو خرمن باد میکنن، خرمن خبری همیتو تهاجمی، شما نمیبینین این جزئیات.
ما چشم پوشی میکنم. نه ایران چیز، ایران زود سقوط میکنه. فقط اگر دفعتان که اسرائیل حمله کنه، مردم از داخل شورش میکنه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، کار تمام میشه. و اینطور میگن، واقعیت اینی طور است. این نوع اطلاع رسانی و ژورنالیزم در وضعیت حساس وضعیت جنگی به این شکل است، گاهی سیاه و سفید میشه. اسرائیل از آینده عملات خود چیزی نمیفهمه. به نظر شما میفهمه؟ نه، آمد به ایران، گیریم که آمد کاری از دستش ساخته نبود، چه اتفاق میفته؟ یا کاری از دستش ساخته شد، بعد چه اتفاق میفته؟ تأخیر و تعلل حزب الله و انفعال و تردیدهایی که وجود داره، مثل آیسته پیش میرن، آیسته پیش میرن، او بساب به سرعت بیروت بمبران میکنه، اینا آیسته ای تو به شکل زخم زنی ادامه میدن. چرا؟ در دامی که اسرائیل گیر افتاده، در امی دام باید به همین شکل گیر بماند. اونا نمیخوان که یک دم مثل خود اسرائیل کار بکنن، الا ای که یعنی مقتضای وضعیت باشه. به ترتیب ما به پایانی برنامه میرسیم، منتظر حوادث بعدی میمانیم که امیدوار هستیم که هیچ اتفاق ناگوار که سبب تباهی خلق الله شود اتفاق نیفتد.